دزد سیاه پوش، فیلمی با بازی بهروز وثوقی، پوری بنایی و تقی ظهوری، داستان دو برادره که تو کودکی طی حادثه ای از همدیگه دور میافتند و بعد از مدتی وقتی همدیگه رو پیدا میکنن که یکی معروف به دزد سیاه پوش شده و اون یکی نماینده قانون. از این پس حوادث زیادی رو اتفاق میفته که طی اونا دزد سیاه پوش نشون میده نمیتونه به زندگی طبیعی و درست برگرده و این طوریه که دو برادر مقابل همدیگه میایستن. قسمت هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بوس بکنی نمک باکی بدین گوشو لپه بم مثل این کجا؟ خوشکرم، خیلی ممنون، معذرت. خواهش میکنم بشین شهر لبا بده بیاد. خدا برکت بده تقی مارمولت، چی کار کردی بابا؟ خب یه خوشگلی و هزادی گرفتاری. گوشبا چی میگه؟ با دوتر حساب بدیم بریم. هوا پسه. هوا پسه؟ آره. تو برو من میام جام خوبه خیلی. خب برو من چه خوش بره؟ من بغل کنی نداری بیاد خانم خوشگل آمان داری بیاد الان بر میگرده. چی داشتم بهت میگفتم الان بیداری؟ خیلی خب برو حساب بدیم. حساب با چی میشه؟ حسین باز دست گل باب دادی؟ 970 تومان حسابتون میشه. 970 تومان میشه؟ من ما پول دزدی داریم. 11 تومان خودتون میل کردین، 959 تومانم خانم ما خوردن. نفهمیدم. 11 تومان من خوردم، 959 تومان این ورخریدا خوردن. ها؟ آره. آواره. خودتون ارد دادیم بابا. من با گروه بابا خندیدم بابا. شما با گروه بابا خندیدی کت دادی خوردم بابا. بازی پولا نداری بریم بابا. بریم بلش. آخه خودت جون زور داره میگه. چی داشتم بهت گفتم بی بریم میگم. بس شلوغش کن. این بار من گرو. بیا پایین خیر آقا پولشو من میدم. بیا آقا جون این 1000 تومان 30 تومان شما خودت. بی بریم. چی چی رو 30 تومان مارک خلیفه داری میبخشه؟ بیا بریم دیگه. حتما من 30 تومان حساب آخه می 10 تومان. ولکن بابا این آشغالا رو. اینا چی ان خود ماچش رو می بریم. مثل اینکه شما خیلی ناراحت هستین. نه خیر ناراحت نیستم. اما دلم نمیخواست با یه همچین آدمی میرقصیدی. برای چی؟ برای اینکه اون یه دزد. هیچ به نظر نمیاد. هرچی بود که خیلی مؤدب بود. دزد جنتلمن که میگن همینه جانم. نه 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 آدم بسیار بدی بود. عزیزم یه هدیه برات گرفتم. امیدوارم بپسندی. چی؟ گل سینه کجاست؟ الان تو اینجا بود. ماجرای فیلم داماد فراری با بازی آذر شیوا و همایون از این قراره که پدری قبل از مرگش وصیت میکنه که دو فرزندش به شرطی وارث اموالش میشن که نوه‌هاش به عقد همدیگه در بیان و بچه دارشن. دو برادر سعی میکنن بچه های خودشونو به ازدواج با همدیگه راضی کنن، ولی مهری دخترمو و مهدی پسرمو هر کدوم به تصور اینکه اون یکی به قصد تصاحب ثروت راضی به ازدواج باش شده از این کار خودداری میکنن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. آخه قربان از بس ماچ تو ماچ شده آدم نمیدون کیو برای کی ماچ میکنه. بس دیگه بس دیگه بس دیگه. امیدوارم این مسافرت ماه عسل به هر دوی شما خوش خوش بگذره. بگذره. این ماه عسل هم از اون رسمای خوبه. خوبه. آه که من میمیرم برا. منم میمیرم برا. من میمیرم. گوشه ده. جنگ. خلوت. بس. زیبا. زیبا. بام. در دامن طبیعت. آه. عش. عروس و داماد کنار هم. هم. در آغوش هم. هم. آه چه لحظه پرشوره. مرد چه خبر داره؟ شما خیال رفتن تو عوالم ماه اثر اون لحظه های برشورشه که آدم اصلا بسه دیگه بسه دیگه سوتر مطلب اصلی رو بهتون بگو. کدوم مطلب رو؟ تفسره دو از ماده چهار. راست بگی این کار کار راوی 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 میگم راوی این کار بگو راجب تفسره دو از ماده چهار وصیت نامه تو بهشون تو بهشون بگو. اون با من داره تا اینا صاحب بچه نشن که ارث و مرث باقی شد رو به ما نمیرسه. ملا قربان هرچی باشه شما بزرگتره این بهتر موضوع بچه دار شدن خودتون بشون. آره راست بگم خودم بهشون بگم در ضمن بخواستم بهتون بگم خدا بیامرزه مرحوم مادرتون. تو همون شبای ماه اول عروسی بود که 13 سفرم بود. خدا تو رو ببادا. مقصودشون اینه که تفسیری دو از ماده چهار رو تو همون ماه رو پشت بون اجرا کردن. حالا پسرم باید کنی که تو پسر
همین پدری. همین پسری. و تو دخترم باید ثابت کنی که دختر همین پدری. که پدر همین دختری. یعنی تفسیری تو از ماده جار جمع آخر باید این داد. نفهمیدم این تفسیر و ماده دیگه چیه؟ آخه میدونی خانده دار. جان خانده دار. تو برو. برو. چی رو؟ برو. همون مطلب رو دیگه. راست دم نشه اینه که تو این ماه اصل باید صحابه یه چیز بشین. صحابه یه تبصره دو از ماده چهار یعنی صحابه یه بچه بشین. یه بچه بشین. بچه؟ به من مربوطی نیست. تبصره دو از ماده چهاره. ها شما صحابه یه بچه نشین. آقایونا نمیتونن اون ارث و میراث و باغ شمرون رو حفلو کنن. ولی قرار ما دیگه تبصره و ماده نده. خب حالا که پیدا شده. خب دیگه چی میگی؟ بالاخره هر عروسی یه تبصره دو از ماده چهار بده. بله. درختان ایستاده میمیرن فیلم با بازی کتایون و منوچهر وسوق محصول سال 1350 پیرزن میلیونری آخرین روزای زندگیشو میگذرونه تنها آرزوشم اینه که نوه و نامزدشو ببینه اطرافیان پیرزن سعی میکنن این خواسته اونو عملی کنن ولی خبر میرسه که نوه پیرزن تو سقوط هواپیما کشته شده اطرافیان پیرزن که میدونن اون آخرین دفعه کودکی های نوشو دیده جوون تعمیرکاری رو انتخاب میکنن دختری رو هم به عنوان نامزدش معرفی میکنن بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم چطوره؟ ای بی سلیقه اخ تو نمیدانی وشت روسی کردن چه مزهی داره نازی تو بادم این بر پلو اون بر میرزا قاسمی اون بر باغلاغا تو این بر ماهی می ولایت قربان باشم الهی بیل کن منو چرا بغل میکنی؟ تو توی باقل من چی کار میکنی یا خبره؟ دیوارا خانم کارت داره چطوری گلی جون؟ نفهمیدم شما ها کجا با هم بریم؟ با اجازه شما کار ما در این منزل تمام شد چرا؟ آخه حمید خان و خانم مش دو تایی فاده میرن امریکا آه. خانم بزرگم با بنده اجازه دادن با اجازه آه. شما بریم ولایت خود ما دیلم بدیم با را بیندازیم ده ولایت خودتون دیگه کجا؟ رشت میگم ده جان پس کجا میخواستی باشد؟ ببینم حالا حتما تصمیم گرفتین عروسی کنیم آجه دست پر نزن فقط آقا با اجازه شما که اجازه منم دست شما گلی خانم آقا جان تو دست مالی اونم میفتی آخه ببینم ور پریده همچی که اسم عروسی اومد گل از گل چه گفته شد ها آجه دست پر نزن دی قربان خیلی خوب با وجود این که خودم میخواستم این دختره رو برای خودم بگیرم ولی حالا بزرگواری میکنم و دستتون رو دستم بداری کم نکنه فل کن یه باره تو مگه دلکی کسی میگشی آخه بری من دستا بیا دخترم امیدوارم که خوشبخت بشی پسرم امیدوارم که تو هم خوشبخت بشی ممنون منی میگی پسرم اونی میچسبنی آقا لطفی آقا فرمودن ماشین رو حاضر کن خب امیدوارم که هر دو تو خوشبخت آقا جم ولش تو خجالت بکشه من یه سبیه تو هم خوشبخت خواب عزیزم بالاخره بعد از زحمات زیاد جناب علی موفق شدید و به سال من برسید فیلم سوگولی با بازی ناصر ملک مطیع و فروزان محصول سال 1349 برادر بزرگتر وقتی متوجه میشه که برادر کوچیکترش تو دام هوس رقاصه گرفتار شده دختری رو سر راه اون قرار میده برادر کوچیکتر به زودی شیفته دختر میشه اما برادر بزرگتر هم عاشق اون دختر شده دختر بعد از اطلاع از این ماجرا برای اینکه بین دو برادر جدایی پیش نیاد هر دو رو ترک میکنه برادر بزرگتر که خودش رو مسئول خوشبختی برادر کوچیکتر میدونه اون رو به دنبال دختر میفرسته بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم میام تو این نسخه رو همین الان بپیچید تو چه خانم حال بابام بله خوب عجله کنی نسخه رو خودت کجا میری خوش کردی صبر کن آخه ما که پول نداریم حساب پول دوباره بدیم راست میگی این گفتیم ما پول نداریم کی میگه ما پول نداریم باز اینا چیه این پولا را کجا بودی رضا کجا رسیده بی خودی که آقا فکولیه را ماچمالی نکردم نه کم کم دارم بهت امیدوار بشم رضا دوزه بی خودی امیدوار نشو خیلی ازت بادم اومد دفعه میدم آخه چرا آخه اون بیچاره به ما کمک کرد و بدون کرایه ما رو رسون مریض خونه آه. اون وقت به جای تشکر جیبش رو زدی اینقدر سخت نگی سوگلی اگه این زرنگی رو نکرده بود حالا نسخه بابا تا کجا بیپیچیدی بابام اگه بمیره بهتره تا با پول دوزی مالجه بشه باید همین فردا صبح کیفش رو ببریم پسش بدی ولی ما که اون رو نمیشناسیم که حتما اسم آدرسش تو کیفش ها خیلی خوب حالا یه کاری میکنم نه سیخ بسوزه نه کباب 100 تومن ناقابل از این کیف غزال حسنه میگیریم نسخه به صاحب کیف بگیم بدهکاری مامو نداریم بدی درسته سرمون که نمیبره آره
آره خیلی خوب باشه. پس رضا زودتر برو نسخه رو بگیر. باشه جان. صبر کن پسر. چیزو بده من نگرش دارم. خوب نیست پول مردم دست تو جوون و جوالق باشه که بری خرج عتیناش بکنی. بیا بگی. یالا برو ببینم. وای جانم الهی که قربون اون قد و بالات برم. خانم جون ببین چقدر پول دارم. اگه با من دوست بشی همه‌شو به پات می‌ریزم. ترمز کن. داری یک کیسه خلیفه میبخشی؟ چه کنیم سوگلی خانم؟ همین حاتم بخشی ها رو کردیم که به این روز افتادیم. آقای دکتر. بله. ببخشین آقای دکتر، حالش چطوره؟ موقتا خوبه، اما باید هر چه زودتر عمل بشه. وای خودشون، چقدر خرج برمیداره؟ متخصص این عمل یه جراح معروفیه که تازه به تهران اومده و برای این کار حداقل 20,000 تومان پول لازمه خانم. فیلم سینمایی گنج قارون که تو سال 1344 ساخته شده از این قراره که جوونی مرد ثروتمندی به اسم قارون رو که قصد خودکشی داره نجات میده و توی خونه خودش از اون نگهداری میکنه. جوون متوجه میشه که قارون پدرشه و اون سالها قبل به خاطر هوسبازیاش اون و مادرش رو رها کرده. پسر پدر رو از خودش میرونه ولی قارون که پشیمون شده قصد داره دل پسرش رو به دست بیاره. بخشایی از فیلم گنج قارون رو با هم تماشا میکنیم. من تو اون خونه نمیام، حوصله اونجا رو دیگه ندارم. آخه چته جانم، از تعمیرگاه میبرسم، میگن از وقتی از تهران اومده یه آدم دیگه ای شده. اصلا دل به کار نمیدی، اغلب مستی، آخرای شبم هر شب میری تو اون تعمیرگاه میخوابی. علی جون، این کار در شأن تو نیست. نفهمیدم در شأن کی؟ علی بیغم یا پسر آقای قارون؟ کدوم یکی؟ خیلی خوب بابا، این که تقصیر کسی نیست، تصادف دیگه. این دنیا از این بازی ها زیاد داره. حالا بانش بریم خونه. بلم کن بابا، بذار تموشا کنم. ای بدونی یه گیلا سرخ چقدر راحتم. نه ترسون با من، حالا بانش بریم خونه. بابا اینجا رو که ازت نگرفتن، هر وقت دلت خواست میتونی بری عرق بخوری. بانش بریم خونه. خوشو خوشو خور خوشو بریم. اینم کار شد تو هر شب هر شب از خود درست کردی. آخه جانم، مگه تو خونه و زندگی نداری که همه شبا میری تو تعمیرگاه میخوابی؟ بریم خونه، بالاخره یه لقمه نونی چیزی پیدا میشه که بخوری. نمیفهمم تو چرا اینقدر اصرار داری من خونه رو. نمیفهم، این خونه بدون ننه برام جهنم. نه ترسون با من. بریم تو جان، برو بیا تو. دیگه اینقدر غور نزن، من که بعد تو رو نمیخوام علی. خیلی دلم واسه تنگ شده بود خودش. منم همینطور ننه جون، دلم طاقت نگرفت رو نکنه.